برای پیدا کردن اون کتاب همه جا رو گشتیم. از کتاب فروشی‌های جلوی دانشگاه بگی تا عتیق فروشی‌های منوچهری و دست فروش‌های ناصرخسرو. به پیشنهاد من قرار شد یه ساندویچی بزنیم و جستجو رو ادامه بدیم. این شد که رفتیم رستوران فرانسوی‌ها. فقط آب معدنیش 1400 تومان بود. بله. من همون همیشگی رو میخوام، فقط سس قارچشو کنارش بذارید. بله حتما. شما چطور؟ منم همین همیشگی رو. ولی من شما رو تا حالا اینجا ندیدم. همون همیشگی که خانم فرمودن. بله مرسی. ببینین خیلی خوب، ما کتاب فروشی دم دانشگاه رفتیم، کتاب خونه ملی نرفتیم، منوشهری رفتیم، ناصرخسرو رفتیم، پس میمونه کتاب فروشی نزدیک کریم خان، همون کتاب خونه ملی. من یه سوالی دارم، شما هنوز امیدواری دارین که این کتاب پیدا بشه؟ معلومه، من اصلا نمیدونم شما با این همه مطالعه و درسایی که خوندین چرا راجع به این دوره تاریخ چیزی نمیدونین. من براتون توضیح میدم. برای یه محقق وقایع تاریخی مهمه مثل سرنگونی یه سلسله یا جنگ، تو اون 5 سال حتما اتفاق مهمی نیفتاده بوده که هیچ جا نوشته نشده. بعدم من روی مسائل اجتماعی، فرهنگ، آداب و رسوم مطالعه میکنم بیشتر. بله واقعا؟ بله. به عنوان مثال مثلا میدونستین که توی اون دوره سن ازدواج برای مردا 35-36 سال بوده؟ یعنی فکر میکردن که مردا توی 35-36 سالگی به بلوغ کامل فکری و عقلی میرسن و به خاطر همین دخترها اون موقع خیلی دلشون می‌خواسته زن مردای 35-36 ساله بشن. یعنی به قول امروزی ها مردای 35-36 ساله خیلی تو بورس بودن. چقدر احمقانه. برای همین سرنگون شدن. امر دیگه ای نداریم. ببخشی همینه؟ بله چطور مگه؟ یه تیکه نون بیارین که ما با نون بخوریم اینه اقلا. مادمازل ممنون، خیلی ممنون، بفرمایید. این غذای مورد علاقه منه. شبیه یکی از غذاهای محلی ماست. شما محلتون کجاست؟ داراب. ما مورد داراب هستیم. حالا انشاءالله قسمت بشه شما تشریف بیارین. مردم بسیار خونگر میداره اونجا و خیلی خانواده دوستن، خیلی خوب هستن. زناشون یه خصوصیت عجیبی دارن، عاشق عروساشونن. شما حتما بهتره که از اونجا زن بگیری. میدونید هرچی که بادمجون این غذا بیشتر باشه خوشمزه تره. چیش؟ بیس این غذا بادمجونه. چیزی شده؟ نه من به بادمجون حساسیت دارم. یعنی چجوری میشین شما؟ یعنی چجوری میشم؟ الان من چیکار کنم براتون؟ واقعا متاسفم، نمیدونستم. فقط بگیم بیارن صورت حساب زودتر بدیم. بله اجازه بدیم من دستامو بشورم بعد سریع بریم. خدمت شما، بفرمایید. ببخشید چند تا سفت داره؟ من نمیبینی درست چشم. 4 تا. ریاله؟ تومنه؟ خیر قربان، یوروه. یوروه؟ اون روز هرچی پول داشتم دادم و تازه کارت شناساییم هم گرو گذاشتم که فردا 100,000 تومانی که باقی مونده بود رو براشون ببرم. تا حالا اینقدر برای حساسیت به بادمجون هزینه نکرده بودم. شانس آوردم که رویا خانم تشریف آورده بودن دستشویی و آبروم نرفت.